یو چطور این بچه رومان تاپ لیزم و خیلی خوش اومدید به پارت آخر سریه هارت سافایرانمون. بچه بالاخره شروعی یک پایانی داره و این هم پایان سری هارت سافایران ماست. مطمئنن بچه اگر امکانش بود من کل دنیا رو واسه تون میزدم چون این درخواست اکثریتتون بود، ولی متاسفانه اصلا این کار شدنی نیست. حداقل توی ماده ملانیوم داون ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، ولی خب توی ماده های دیگه یا حتی توی دیفالت بازی این کار رو خیلی راحت میشه انجام داد و مطمئنن در آینده هم یک سری خواهیم داشت که توش کل دنیا رو قرار بگیریم. ولی بچه برای این پارت من جدی هیچ ایده‌ای ندارم. تقریبا کل دنیا رو زدیم گرفتیم و هیچ کشور هم قواره خودمونی نمونده. ما الان اراده کنیم هر کشوری رو میتونیم در جا بزنیم و اصلا هیچ کشوری نمونده که زدنش یه کوچولو حتی یک ذره برای ما چالش داشته باشه. ما هند رو زدیم بچه، چین رو زدیم، روسیه رو زدیم، اروپا رو زدیم، حتی امریکا رو هم زدیم. حال درست کانادا و مکزیک موندن، ولی زدن کانادا جدن کار آسونیه. یعنی زدن کانادا به آسونی اینه که ما بیایم این نیروها رو بدیم دست کماندر و بعد نیروهامون رو ست کنیم روی مرز کانادا. بعد اون هم باید تایم بازی رو باز کنیم تا نیروها برن و برسن به خط مرزی. در این بین هم بچه من یک اعلان حمله به کانادا میکنم که 155 روز قرار طول بکشه و اصلا تایم زیادی نیست و به محض رسیدن تایم جنگمون به کانادا هم حمله میکنیم و دیگه بعد کانادا دیگه واقعا هیچ کشوری نمیمونه. زدن انگلیس هم بچه میتونست چالشی باشه واسمون، ولی خب روابطش با ایران خوبه. البته درست تحریممون کرده، ولی روابطش با ما بدک نیست. و از اون ور بچه بعد جدا شدن اسکاتلند بریتانیا هم خیلی ضعیف‌تر شده و این هم میتونیم بزنیم. آخه دردی که هست دیگه، هیچ کشور هم قواره ما در این جهان نمونده. با بعضیا که روابطمون خوبه با بعضیا بده، ولی خب ارزش زحمت کشیدن برای زدنشون رو ندارن. الان برای مثال جدی بچه اگه مثلا تامنیل این ویدیو حمله به نپال بود یا حمله به بوتان بود یا بنگلادش، شما کلیک میکردید؟ نه، چون زدن این کشورها بچه جدا چالشی نداره و به نسبت کار خیلی آسونی و از اون ور لذتی هم نداره راستشو بخواید. پس به همین دلیل این پارت تبدیل میشه به پارت آخرمون. ولی بچه ازتون میخوام توی کامنت ها به هم بازی یا ماد پیشنهاد بدید. اگه دوست دارید یه سری دیگه یا آرت سافایران هم داشته باشیم توی کامنت ها برام بنویسید که دوست دارید اون سری با کدوم یکی از مادها باشه. حتما حتما بچه اینو برام بنویسید و مطمئنن یه سری خفن باستون با اون مادی که میخواید میسازم. بریم برای سر کانادا ببینیم چند روز تا زمان جنگمون مونده، که حدودن 100 روزی مونده بچه، پس نمیتونیم اونو زیاد انگول کنیم. مونتیگریو هم وام میخواد ازمون. البته میدونم اسمشو اشتباه گفتم، خیلی یکم اسم سختی داره، مونتگریو، مونتینگریو، خیلی سخت اسمش، ولی خب ازمون وام میخواست که بهش وام دادیم. و از بخش فوکس هم که بچه 10 بار گفتم، بازم میگم فوکس هامون تموم شدن کامل. یه سری فوکس ها موندن که دیگه نمیتونیم انجامشون بدیم. یه سری فوکس هم بچه از بخش آموزش و پرورش مونده که اینها رو هم میتونیم انجام بدیم، ولی خب یعنی چیز خاصی نیست اصلا، یعنی از بیخ چیز خاصی نیست اینا. بخش ریسرچمون هم که بچه خیلی وقت تموم کردیم، یعنی 7-8 پارتی میشه که بخش ریسرچ رو کامل تموم کردیم و اصلا قبل جنگ جهانی ما تموم کرده بودیم. صدقه سر ریسرچ اسلات هایی که داشتیم همشون رو انجام دادم. و از بخش اطلاعات، از بخش وزارت اطلاعات، یه دونه جاسوسمون توی سوئد دستگیر شد. بدبخت یه دستگیر شد دیگه، حالا 25 روز دیگه خدا میدونه چی کارش میکنم، میکننش تو زیر سرش رو زیر آب، نمیدونم، حالا یه کاریش میکنم 25 روز دیگه. و بذارید من نفوذمون رو هم در سوئد چک کنم که آورده پایین دن سرویس. نفوذمون شده 19%، پارت قبلی 50% بود و هی داره نفوذ ما رو پایین تر میاره. حالا من بهش اینفنتری پکیج میدم، بلکه با همون رفیق شه نفوذمون بره بالاتر. نفوذمون بچه اگر بالای 80% باشه ایزی میتونیم اون کشور رو پاپت بکنیم، ولی خب رسوندن نفوذ به 80% جدن کار سختیه. ولی خب اگر دوست دارید توی سری بعدیمون پاپت کنم با این طریق، حتما تو کامنت ها برام بنویسید. دمتون گرم. حالا شده این یه دونه موضوع هم بچه، از بخش ترید همونطور که میبینید تا فیها خالدون تا ابد
منابع داریم، 2000 تا لایت متال اضافه داریم، 4000 که نه 3400 تا استیل اضافه داریم، 141 طلا اضافه داریم، ولی خب تکنولوژی متال هم در کشور کم داریم که داریم وارد میکنیم ولی باز کمه. نفت هم که تا دلتون بخواد بچه ها داریم و خب اینم بخش تریدمون که با گرفتن کل دنیا تبدیل شدیم به ابرقدرت منابع دنیا. از بخش ساخت و ساز هم که بچه ها مکس کشورمون و حالا اون کشورهای اطرافمون، یعنی من سرمایه گذاری رو روی این مناطق کردم، حالا اینکه بخوام بیام جادا اینجا رو بهتر کنم واسه من نمیصرف، ولی خب اینکه توی کشور خودمون یه سری چیزا رو داشته باشیم خیلی مهم بود و من هم انجامشون دادم. از بخش پروداکشن هم که تا ابد داریم تولید میکنیم، انقدر کارخونه نظامی داریم هر چی رو ببرم بالا به مشکل نمیخوریم، یعنی ایزی تا 100 سال دیگه بچه کارخونه نظامی داریم، اصلا میزنم 10x تولید بکنن. ببینید اصلا تموم نمیشن کارخونه نظامی ها، 1400 تا بچه کارخونه نظامی داریم که این عدد فوق العاده است. تعداد کل کارخونه هامون بچه 4000 تا است، ولی از بین اینها 1300 تاش برای میلیتریه، 2300 تاش هم اگر اشتباه نکنم برای کارخونه مردمی است، باقیش هم که داریم جو ترید میکنیم و دیگه جونم واساتون بگه که سرباز آموزش نمیدیم. از بخش لوجستیک هیچ کمبودی نداریم به جز منپادز که اونم حالا چندان مهم نیست. وی ای استیت هم وام میخوادیم پدر سگ، من اسمشو که بلد نه. او این دستگیر شد، ای بابا مریم جانگجو، آن جنگجو دستگیر شد، ولی میگفتم این کشورم از همون وام میخواد بهش میدیم دیگه، چاره این نیست دیگه، به هر حال میخواد ندیم دلش میشکنه، میدونید سر این موضوع بهش میدیم. و از بخش دخل و خرج هم بچه همونطور که میبینید ماهیانه 753 بیلیون داریم مثبت میخوریم، این عدد فوق‌العاده است جدا. تولید ناخالص داخلیمون 317,000 بیلیونه، یعنی انقدر زیاده که نمیتونم بخونمش. دی لازم باز وام میخواد برو گام شو پررو شده 90 بیلیون وام میخواد برو بینم، ولی میگفتم این جی دی پی ماست، اینم جی دی پی استرش سیه، نمیدونم بر چیه، در کل اوضاع خوبیه جدا. من واقعا راضیم، اینجا هم که آمار دقیق همه چی رو نوشته، 2355 تا فقط آفیس داریم، یه باقی چیزامونم بمانم، ولی بچه جونم واسهتون بگه که اوضاعمون جدا خوبه، جدن اوزامون خوبه. مالیات رو هم آوردم پایین، حدوداً 23-30% داریم وام میگیریم که میارم روی 20-25% که با این وجود بازم این کام ماهیانمون مثبته که خیلی هم خوب. 86 بیلیون هم بچه سرمایه گذاری خارجی داریم تو کشورهای مختلف که این هم واقعا خفنه، ولی خب از اون ورم زمان جنگمون با کانادا از راه رسیده بچه. نیروهامون در مرز کانادا هستن و من هم یه استراتژی خیلی ساده به نیروهامون میدم به علاوه یک دستور حرکت و باز کردن تایم. بذارید این سرلشکر رو هم ماشین بدم بهش با خر نره جلو و دیگه جونم واسه هم و اسپیدش هم ببرم بالاتر، دورت بازی رو هم ببرم بالاتر تا ببینید نیروها چجوری قرار بخوره. الان اتاوا سقوط میکنه، ببین ایزی ایزی الان تو مرز اتاواییم، اینجا این تانکمون اگه این بی پدر رو بزنه کار تمومه، ولی اینی که داره میجنگه چرا پرچم فرانسه دستشه؟ شهر عجیبیه. فلسطین هم میخواد توی جنگ شرکت کنه، بهش اجازه نمیدیم. مالزی هم همینطور و در نهایت سودان هم میخواد شرکت کنه. آخه ده سرویس هم الان شما رو بیارم توی جنگ، شما چجوری میخوای پاشی بیای اینجا؟ اتاوا سقوط کرد بچه، پایتخت جدید کانادا الان ایدمونتونه، نمیدونم اسمش رو درست خوندم یا نه، 100% درست نخوندم، ولی خب اولی بچه کانادا میخواد آلاسکا رو بگیره با این یه دونه نیروش، این جدن بده، امیدوارم این کارو نکنه، این کار واقعا کار غلطیه برای کانادا. ولی در هر صورت بچه کانادا شهرهای مهمش توی جنوبش قرار داره دیگه، مثلا اتاوا یا برای مثال ونکوور که اینجاست و الان افتاده دست ما. تقریبا بچه میشه گفت مهمترین شهرهای کانادا رو گرفتیم، ونکوور رو که داریم، اتاوا رو که گرفتیم، کبک رو هم گرفتیم، مونترال رو هم گرفتیم. چجوری داری میجنگی؟ پایتختش الان هالفاکس؟ ها؟ این کجاست؟ یه بندر رو کرده پایتخت. بذارید من یه واحد از نیروهامون رو بفرستم برای اونجا پایتختش رو بزنه
و اونو بزنیم دیگه جدا شهری نداره واقعا. فیلیپین هم بچه رسیده به مرحله‌ای که دیگه میخواد از پاپتی ما در بیاد. چشمم روشن، چشمم روشن های فیلیپین، میخوای پاپتی ما در بیای دیگه. لاشخور، این همه من به تو کمک کردم، ببین میلتیر آیدم هنوز پابرجاست بیشرف. من دارم ماهیانه این همه چیز میز به تو میدم، حالا من اینو کنسل میکنم. البته کنسل که نه، اینا رو بعد از اینجا وسط بردارم. توی بیشرف یکم خجالت بکشی از هیکلت. این یه واحدمون چرا نیومد اینجا رو بگیره؟ عجب، جدن یعنی این بازی خداست. به نیرو دستور میدی، به دستورت عمل نمیکنه. یعنی این واقعا چیز نکست لولیه. ما الان کل کانادا رو گرفتیم بچه، یه سری جاهای یخ زدش مونده که خود کانادایی ها پا نذاشتن تو عمرشون توش. بعد الان علاف این پایتختشیم که این بغل این یه واحدمون هم جونش در میاد بره بزنتش. و جدا پاشو برو اینو بزن، این وضعیت زشته، تو اونو نزنیم کانادا تسلیم نمیشه. از این ورم که کانادا اومده آلاسکا رو بزنه از ما بگیره، ولی خب آلاسکا انقدر بزرگه که اصلا به این زودیا فکر نکنم بتونه بزنه. این یه واحد نیرومونم زجه زنان داره به سمت این شهری که پایتخت کانادا شده حرکت میکنه. جونش جدن داره در میاد. حالا خوب ماشین زیر پاشه آجی، جدن خوب ماشین زیر پاشه. یعنی اگه ماشین نداشت مطمئنم به این شهر نمیرسید. ببین فقط گاز الکی داره میده، سرعت بازی هم روی آخرین حد ممکنه. حالا این که میگم بازی کند شده یعنی همین، فقط داره گاز الکی میده. خب برو دیگه. آخر سرم قبل اینکه اون ماشینه برسه اون شهر رو بگیره، جنگ تموم شد، کانادا تسلیم شد. یعنی زوم کرده بودم اینجا که اون ماشین بیاد. ببین پدرسگو ببین، اینجا رو رد نکرده بود دیگه، خود کانادا دلش واسمون سوخت. ولی خب بچه سلکت آل رو روی کانادا میزنیم، کانفرم اند اگزت، و تمام. بزرگترین کشور امریکای شمالی. جدا اگه امریکای شمالی کلش یه دونه کشور بود چقدر خوشگل میشد. جدی بچه اگر اونطور بود خیلی خفن میشد، ولی خب مجلس چی میخواد؟ باز اومد ما رو تیغ بزنه. اصری بودجه 10 بیلیون بده. من واقعا نمیدونم این 10 بیلیون هایی که دم به دقیقه ما میگیرن رو چی کار میکنن. یونایتد کینگدام هم از همون وام میخواد. جدی خیلی حرف انگلیس با اون عظمتش بیاد وام بخواد، ولی انقدر پول داریم میتونیم راحت وام بدیم، دشواره نداریم. با او بچه من کشور لاوز رو پیدا کردم، این اینجاست. من یه عمر بود فکر میکردم این کیه بی پدر، این همه بهت وام دادم. بعد نفوذ ما 12%، تایلند 61%. خب برو با همون تایلند، من با تو قهرم، این چه وضعشه؟ کل از اینها تو داری ما وام میگیری، وام تو با وام داری پرداخت میکنی. بعد داداشی تایلنده، برو با همون تایلند. من دیگه با این لاوز، یعنی من به این لاوز اگر وام بدم نمیدم. کشتی های ژاپن هم اینجا من نمیدونم چیکار دارم میکنن، دردار دارم میکنن. اینجا فیلیپین هم اینجاست، ولی ناوگان دریایی ایمالیا آوازش به همه چیز هست. البته این مال ماست، اونی که داشت رد میشد برای فیلیپین بود. در هر صورت اینجا کلن دریاها دست ماست، حالا ژاپن هم از گاهی عبور میکنه از اینجاها. و دیگه جونم واسهتون بگه که بچه نقشمونو ببینید، جدا نقشه ایرانو ببینید. بزرگترین کشور عالم هستی به حساب میاییم. البته بچه توی این نقشه یه سری چیزا رو مخه، مثل مغولستان، مثل ترکستان، ولی نمیشه زدشون. ترکستان پاپتمونه، مغولستان هم نمیتونیم باش جنگ کنیم. از اون ور توی اروپا هم اوکراین روی مخه، علاوه این کشورهای اروپای شرقی، ولی با اینا هم نمیتونیم کاری داشته باشیم. و این سوئد نفوذمون چند درصد شد؟ شده 49%، که من باز بهش چرت و پرت پکیج میدم، شد 56%. ایتالیا تحریممون کرد، مونگولیان وام میخواد، مغولستان، ترکیه، این پرکستان 6000 بیلیون بچه ها. کوبا میخواد دولت تشکیل بده، هاوایی هم میخواد دولت تشکیل بده. این جذابه ها. آقا به هاوایی اجازه بدیم یا نه؟ به هاوایی بچه من اجازه میدم، به اینا هم وام نمیدم. ایتالیا هم که تحریم کرد اوکی، ولی الان هاوایی باید دولت تشکیل داده باشه دیگه. کو حالا بگرد هاوایی رو پیدا کن جدن. اوکی هاوایی اینجاست. چه دولت تشکیل نداد؟ مگه نمیخواست دولت تشکیل بده؟ بس عجیبیه، جدن روزگار عجیبیه. ولی بچه من جدن آرزومه یک بار در عمرم بتونم برم هاوایی.
واقعا آرزومه ها، یعنی اصلا عجیب و غریب. حالا نمیدونم یک روز به واقعیت بپیونده یا نه، ولی لوکیشنش رو دوست دارم، یعنی وسط اقیانوس، یعنی اصلا یه اتفاقی توش بیفته این کیه؟ میگفتم یه اتفاقی توش بیفته اصلا دیگه با دنیا جدا ارتباطی نداری، خیلی دوره، خیلی خیلی دوره بچه هوایی، یعنی وسط اقیانوس آرامه. خب دوست دارم، جدا دوست دارم، دعا کنید بچه، دعا کنید من یه بار بتونم برم هوایی. بتونم برم هوایی بر نمیگردم دیگه، ولی در هر صورت دعا کنید که بتونم برم. حالا برنگشتم هم عیبی نداره. و دیگه جونم واسهتون بگه که یک اتفاقی در رابطه با ایتالیا افتاد که وارگل ما رو زد روش. جالبه بچه، ما الان هر زمان بخوایم میتونیم به ایتالیا حمله کنیم، ولی خب اگر بهش حمله کردیم فقط میتونیم پاپت کنیم، یعنی خود بازی این آپشن رو بهمون داد و بزنیمش میتونیم پاپتش کنیم، کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. یه ذره من بیام بیام اینجا یکم اینفلوئنس جذب کنم، ولی سوئد 80% بشون نیست، تا 60% 70% راحت جلو میره، ولی شدنش 80% واقعا کار سخت. و دیگه جونم واسهتون بگه که بچه، درست این پارت آخر آرت سفای رانمون بود، ولی واقعا ازتون میخوام اگه دوست دارید یه سری جدید واسهتون شروع کنم حتما توی کامنت ها برام بنویسید و تغییراتی که میخواید سری جدیدمون داشته باشه رو هم به هم بگید. هر ایرادی که این سری داشت رو بنویسید تا توی سری بعدی رفعش کنم. هر مادی که مد نظر دارید رو برام بنویسید. من خودم تقریبا دارم سعی میکنم مادای مختلف رو دیگه توی چنلمون داشته باشیم. ماد تکراری نمیخوام برم، با اینکه ملانیوم دام بار دوممون بود، ولی خب ماد تکراری نمیخوام برم. اگه مادی خواستی مد نظرتون هست حتما بچه برام توی کامنت ها بنویسید. دیگه جونم واسهتون بگه که این بود از طولانی ترین سری هارتس آف آیرونمون، یک سری که 22 پارت طول کشید، اکثر پارتاشم به درخواست شما بچه طولانی بود، ما به کمک هم دیگه تونستیم کل آسیا رو بزنیم، اروپا رو بزنیم، امریکا رو بزنیم و همه ابرقدرت ها رو تقریبا زدی. بابت حمایت هایی که بچه از این سری کردید واقعا ممنونم، ترکوندید این سری و جدا عشق منید واقعا، با اینکه امتحان داشتید، با اینکه درگیر بودید، با اینکه کلی کار داشتید، نشستید ویدیوها رو دیدید، واقعا ازتون ممنونم، واقعا دمتون گرم، واقعا عشق منید. اگه برای پارت های بعدی بچه ایده ای دارید گفتم بنویسید، اگر بازی مد نظرتون هست بنویسید، اگر مادی مد نظرتون هست بنویسید، و اگر چنل رو هنوز ساب نکردید دیگه، تویی که تا اینجای ویدیو اومدی، تو که انقدر عشقی چرا ویدیو رو ساب نکردی؟ البته ویدیو ساب نمیشه، چنل رو چرا ساب نکردی؟ همین الان اون دکمه سابسکرایب رو بگیر بکن. دم همتون گرم، خیلی خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوهای بعدی، سی یو.